کرونا نام ویروسی است که در کشور چین شیوع پیدا کرده و در حال گسترش در سطح جهان است. کرونا باعث ایجاد عفونت در بینی، سینوس ها یا گلو فوقانی می شود. نام ویروس کرونا از شکل آن گرفته شده، چون در زیر میکروسکوپ الکترونی شبیه به یک تاج خورشیدی است. مثل که باعث به وجود اومدن این مشکل شده اینه که یه ویروس کرونا که در بدن یک حیوان به خوبی و خوشی زندگی می کرده دچار یک جهش ویروسی شده و این جهش بهش اجازه میده که بتونه به پروتئین های بدن انسان متصل بشه. این بیماری برای اولین بار در اواخر دسامبر سال 2019 در ووهان، یکی از شهرهای بزرگ چین، گزارش شده و به سرعت در حال شیوع است. از آن زمان مسافران با سفر به کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده باعث انتقال این ویروس در سطح جهان شدند. این ویروس میتونه از طریق هوا یا نفس کشیدن منتقل بشه، برای همین نیازه که ماسک بزنید. میتونه از طریق تماس نزدیک و همینطور سطوح آلوده منتقل بشه، پس باید همیشه دستمون رو با دقت بشوریم. این ویروس جزء خانواده بزرگی از ویروس هاست که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا بیماری سارس را شامل می شود. در معمولی ترین حالت این ویروس باعث سرماخوردگی شده، اما در مواردی باعث سندروم حاد تنفسی یا همان سارس می شود. به خاطر بیارید که در سال 2002 ویروس سارس را داشتیم که در بدن خفاش وجود داشته و به بدن یک پستاندار به نام زباد منتقل شده و بعد از اون از طریق خوردن یا نزدیک شدن به اون حیوان به انسان منتقل شده. خوشبختانه از سال 2004 به بعد گزارشی از سارس دریافت نشد، اما در سال 2002 مسئله بزرگی به حساب می اومد. بعد از اون در سال 2012 ویروس مرس رو داشتیم که در خاورمیانه و عربستان سعودی گزارش شد. این ویروس در بدن شتر وجود داشته و در نتیجه خوردن گوشت یا شیر شتر به انسان منتقل شد. اما تصور می شود که ویروس کرونا در بروز علائم خفیف‌تر از سارس و مرس است. دانشمندها و پزشکان احتمال میدن که ویروس کرونا جهش یافته در بدن یک خفاش وجود داشته و در بازار حیوانات شهر ووهان چین توسط یک انسان خورده شده و یا به صورت مستقیم باهاش در تماس بوده. ویروس کرونا با انتقال از طریق هوا، دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی فوقانی در پرندگان و پستانداران را آلوده می‌سازد. پیامد آن میتواند بیماری های شدید تنفس دنبال داشته باشد. این ویروس مرگبار جدید علائمی مانند ویروس سارس سی او وی و مرس سی او وی ایجاد میکند. متاسفانه فعلا ما هیچ شناختی از این ویروس جهش یافته نداریم و برای اولین باره که این ویروس را میبینیم و دارویی هم براش نداریم. پیشگیری و درمان بیماری مستلزم شناخت بهتر ویروس کرونا است. اینکه منشأ آن چیست و چگونه انتقال می‌یابد. محققان آنالیزی روی کدهای پروتئینی این ویروس جدید ترتیب دادند و به مقایسه آن با پروتئین کرونا ویروس‌های پرداختند که در جانوران میزبان مختلف مانند پرندگان، مار، موش‌خرما، جوجه تیغی، مورچه خوار، خفاش و انسان یافت شدند. نتیجه این که کدهای پروتئینی ویروس NCOV یا همان کرونا 2019 بسیار شبیه آنهایی بود که در مارها وجود داشت. خفاش‌ها در حیات وحش شکار مارها می‌شوند. پس احتمالاً با تغذیه مارها از خفاش، این ویروس مرگبار جدید یک میزبان تازه پیدا کرده است و مارهایی که در بازار ماهی فروشان ووهان فروخته می شدند باعث شیوع بیماری در بین انسان ها شده. البته اینکه چگونه ویروس توانست خود را با میزبان های خونسرد و خون گرم سازگار کند یک معما باقی مانده است. بدونید که ویروس کرونا از RNA به جای DNA به عنوان ماده ژنتیکیش استفاده میکنه. DNA اطلاعات ژنتیکی و کدهای مربوط به صفات ما رو ذخیره میکنه، اما RNA اون اطلاعات رو به صورت پیغام به سلولهای ما منتقل میکنه تا اونها بتونن طبق دستورالعمل RNA پروتئین تولید کنن. ویروس
تونست برای اولین بار از بازار حیوانات شهر ووهان چین به بدن یک انسان راه پیدا کرده و از اونجا این اپیدمی شروع شده. تا تاریخ 6 فوریه 2020 536 مورد مرگ از طریق ویروس کرونا گزارش شده و تعداد افراد آلوده به ویروس 28,000 نفر تخمین زده شده و 24,000 نفر مشکوک به داشتن این ویروس هستند که انتظار میره این تعداد بیشتر هم بشه. چرا همچین انتظاری میره؟ چون که در خارج از سرزمین چین و قاره آسیا این ویروس به استرالیا، فرانسه، آمریکا و ده‌ها کشور دیگه هم رسیده و تا الان 240 مورد آلوده به ویروس در این کشورها شناسایی شده. علائم ویروس کرونا شامل آبریزش بینی، سرفه، گلو درد، احتمالاً سردرد و تب است که می تواند تا 2 روز ادامه یابد. وضعیت کنونی شهر ووهان 11 میلیونی در چین است و این وضعیت به سبب شیوع ویروس جدیدی با نام کرونا است. تا به امروز 6 نمونه از ویروس کرونا در جهان معرفی شده بود و این مورد اخیر تعداد آن را به 7 می‌رساند. این ویروس میتونه از طریق هوا یا نفس کشیدن منتقل بشه، برای همین نیازه که ماسک بزنیم. میتونه از طریق تماس نزدیک و همینطور سطوح آلوده منتقل بشه، پس باید همیشه دستامون رو با دقت بشوریم. در نتیجه برای پخش نشدن ویروس اینها مسائلی هست که باید رعایت بکنیم.